خود ستیزان با جلادان بیعت می کنند. درست است که هر ریزه ای از پدیده آزادی بخشی از آزادی است و نیز باید پذیرفت که آزادی یک پارچه و یک باره پدیدار نمی شود، بلکه می توان آگاهانه گام به گام با آن نزدیک شد. دست یافتن به خردریزه های آزادی زمانی پیشرفت شمرده می شود که کاربرد آنها از سوی آزادی خواهان برنامه ریزی شده باشد، یعنی آزادی خواهان بتوانند از داشتن هر خورده اندکی نیرومندتر و گامی به آرمان خود نزدیکتر شوند. ولی اگر ریزه هایی به رنگ آزادی از سوی آزادی ستیزان در این راه ریخته شده باشند، دیگر این ریزه ها بخشی از آزادی نیستند. آنها دانه هایی هستند که دروغ بندان در دام های خود نهادند. حکومت های زور مانند حکومت اسلامی در ستمگری پا گرفتند. آنها هرگز در زمینه آزادی ریشه ای ندارند که بتواند از شاخه‌هایش جوانهایی برای آزادی بروید. خرده‌هایی که در حکومت اسلامی با پوشش آزادی جلوه می‌کنند با بن این پدیده پیوندی ندارند، بلکه آنها پوسته خوشرنگی هستند که حکومت کردار زشت خود را در درون آنها جای می‌دهد. اگر مردمی به آزادی برسند، انتخابات هم بخشی از آزادی آنها خواهد بود. آنها چیزی برای انتخاب دارند. سخن از بیعت گرفتن برای نوکر و برده خلیفه اسلامی در ایران است که به دروغ آن را انتخابات رئیس جمهور نامیدند. این بیعت گرفتن از مردم که برای پذیرفته شدن حکومت اسلامی از سوی سازمانهای جهانی انجام می شود به کردار دروغی است آشکار ولی جهان پسند که به درستی در حاکمیت ولایت فقیه و احکام سخت اسلامی جایی ندارد. آزادی در این بیعت گرفتن به سان آزاد بودن در محکمه شرع است که دیگر اندیش بتواند آزادانه شیوه کشتن خودش را انتخاب کند، بگوید تیرباران با تفنگ اسلام نشان آویختن به جرثقیل ساخت ایران، گردن زدن با ذوالفقار علی، سپس قاضی شهر که ناجوان مردانه جان او را میگیرد با افتخار فریاد برآورد عدالت الله به آن اندازه است که کافر هم در انتخاب شیوه مرگ خود آزادی دارد. برخورد خلافت فقیه با مردم به کردار رفتار شبان با گوسفندان را می نماید. شبان گوسفندان را برای اربابش پرورش می دهد و سرانجام آنها را به بهشت کشتارگاه می راند. گوسفندان از شبان معظم خود سپاس گذارند که آنها را از شادمانی های زندگی که گناه شمرده شدند دور می دارد و آنها را به سعادت پس از مرگ رهبری می کند. البته
رهبر برای مهار کردن امت اسلام به پاسدارانی زاهد و با ایمان نیاز دارد که آنها بتوانند احکام امر به معروف و نهی از منکر را بر همگان فرود آورند تا هر کس بر دیگری دیدبانی و از دیگری ترس داشته باشد. انتخاب چوب به دستان از زشتی حکومت فقیه و محکوم بودن مردم نمی کاهد. بسیاری از دوستداران آزادی پس از شورش 57 در خلافت فقیه پیوند شبان و رمه را ندیده گرفتند. آنها از اینکه از پسماندگی های اسلام شرم داشتند، احکام اسلامی را جایگزین ارزش های اجتماعی می کردند. این دوستداران نه تنها به سرشت زشتی ها و کاستی های اسلام برخورد نمی کردند، وان که آنها خواستار پوششی بودند که پسماندگی های اسلام را پنهان نگه دارند و اسلام ستمگر را مهربان نشاندند. شرکت دادن زنان در انتخابات اسلامی هم یکی از این پوشش های جهانفریب بود که با آزادی زنان پیوندی نداشته است. نمونه ای از پوشش های فریبنده: امیرالمومنین را رهبر، بیعت اسلامی را انتخابات و وکلای امت صغیر را نمایندگان ملت کبیر به دروغ نام نهاده شدن نشان آن نیست احکام پوسیده الهی که از سوی الله امر شدن به خواست مخلوق او انسانی می شود. در شورای سرسپردگان ولایت فقیه یک از یک فرومایه تر و زنان این انجمن از آخوندهای نر هم زنستیستر هست. وکلای امت در این شورا به نادان بودن خود اعتراف و بر اجرای اوامر فقیه پافشاری دارند. این کسان میپندارند که خرد انسان در عمامه پیچیده شده و هر اندازه که عمامه گنده تر باشد شناخت آخوندن درستر خواهد. مردم مسلمان با کسانی بیعت می کنند که آنها را خلیفه برای اجرای احکام اسلامی پیشنهاد کرده، یعنی سخن از نمایندگان مردم برای اجرای خواسته های مردم نیست، بلکه سخن از نمایندگان اسلام برای مهار کردن مردم در تنگنای احکام اسلامی است. ستمکاران چه زن و چه مرد باشند، بازده کردار آنها گسترش ترس و دروغ در جامعه است. در آغاز شورش 57 هواداران آزادی با پدیده ستم که بیشتر از سوی مردانی بر مردمان وارد می شود پیکار نکردند، وان که آنها خواستار این بودند که زنان هم باید در این کردار، یعنی در اجرای احکام انسان ستیز، با مردان اسلام زده همیار بشن. برخی از خوشباوران هنوزم از این فریبکاری سرمست هستند که در کنار سپاه مهدی خواهران زینب هم چوب حکومت را در دست دارند. براستی همکاری و هماندیشی زنان
در جامعه پسماندگان هم میتواند گامی به سوی آزادی و پیشرفت باشد، ولی در حکومت اسلامی همکاری زنان برای بازداشت جامعه در سوی آزادی است. کارکرد زنان با ایمان نیروی است خودستیز که برای فریب ساده دلان و بستن دهان آزادگان به کار می رود. شرکت زنان در انتخابات برای حکومت اسلامی گامی به سوی پیشرفت نیست. اگر زنان هم همدوش حزب الله و آخوندها در سرکوب آزادی خواهان و پرورش آزادی ستیزان وارد حکومت بشوند، از این همکاری از خشونت‌های شریعت اسلام کاسته نمی‌شود. روشن فکران در اندک زمانی پس از پا گرفتن حکومت اسلامی به انسان ستیزی در احکام این حکومت پی بردند و با این وجود آنها امیدوار بودند که مردم ایران این تنگی و سختی را بر خود نپذیرد و در زمان کوتاه دیوارهای این زندان را در هم بشکنند. ولی آخوندها هم خشمی نهفته که از ستم آنها در دل مردم می روید آگاه بوده و از این روی آنها زهر ستمگری را با نیرنگ به نام شهد آزادی به مردم و نیز به برخی از روشن فکران فروختن. کارکرد آزادی و دموکراسی در اسلام چنین است: آزاد بودن و افتخار داشتن در پذیرفتن بردگی، آزاد بودن و انتخاب کردن در کشیدن بار اسلام و آزاد بودن در ستایش مردگان اندیش سوز. جای شرمساری است که در ایران زندگان محکوم اراده مردگان هزار ساله و مردگان بر اندیشه آیندگان حاکم هستند. زمانی روشنفکران ایران از پشتیبانی مردم برخوردار می شوند که آنها در ذهن مردم رخنه کنند و بتوانند دیدگاه مردم را در سوی فرهنگ آزادگان گسترش دهند.